کسروی یکی از اونا بود که در اواخر سال 1923 نوشتش: راست است، میبینیم دولت‌های ما با ملایان نیک ساختن. در این 3 سال دیدیم که چه پشتیبانی ها به ملایان مینمایند و چه نقشه هایی برای چیره گردانیدن آنها میکشند. دیدیم هنگامی که حاج آقا حسین قمی از نجف آهنگ ایران کرد، رادیوی ایران تا مرز عراق و پیشواز او را و تو گفتی قهرمان لنینگراد را به ایران می آورد. راهپیمایی او را گام به گام آگاهی داد. دیدیم که دولت به او رسمیتی داد، رسمیتی که ما تا کنون معنایش را نفهمیدیم و پیشنهادهای او را در باره چادر و چاکچور به رسمیت پذیرفت و پاسخ رسمی داد. دیدیم که پسرم آقای حاجی ابوالحسن اصفهانی برای گردش به ایران آمد و آقای صاعد نخست وزیر آن زمان به همه فرمانداران و استانداران دستور فرستاد که پذیرایی‌های بسیار باشکوه از او کنند که رونویس نامه‌ها در دست ماست. دیدیم در این 3 سال رادیو ایران یک دستگاه ملایی گردید که کم کم روشان باز شد و پارسال و امسال روزه هم خواندند. اگر جلوگیری نشود هر آینه سال آینده نوحه نیز خواهند خواند و خانواده ها باید در پیرامون رادیو دایره پدید آورند و به هوای آن سینه کوبند و ترجیح های نوحه را خواند. امثال حکمی‌زاده و کسروی شاهد یک نوع رضاشاه‌زدایی شده بودند که حالا ما اینو چه خوب بدونیم چه بد بدونیم، روابط محمدرضاشاه پهلوی اگرچه مراحل گروه رو بذاریم ولی مانند روابط دوران پایان سلطنت پدرش با روحانیت نبود. نداشت یک نوع روابط جدیدی بین شاه و مراجع تقلید شکل میگرد. گفتیم که حاج عبدالکریم حائری اصلا تو مسائل سیاست دخالت نمیکرد. آیت الله بروجردی هم تقریبا همینطور بود، تو مسائل سیاسی دخالت نمیکرد. اگر مسئله پیش میومد مراجع نظری که داشتن بواسطه نظر خودشون رو به اطلاع شاه میرسوندن. شاه پس از ماجرای ترور 15 بهمن 1327 از موقعیتی که به وجود اومدش استفاده کردش، مجلس مؤسسان رو تشکیل داد و به اختیارات خودش افزودش. در این زمان شایع شده بود که، یعنی موقعی که قرار بود قانون اساسی تغییر بده، اصلاحاتی بشه، شایع شده بود که اصول مربوط به اسلام هم شاه میخواد تغییر بده. به خاطر همین محمدرضا پهلوی دکتر منوچهر اقبال وزیر کشور و قائم ملک رفیع رو جهت رفع سوء تفاهم و کسب موافقت به نزد آیت الله بروجردی میفرسته. دکتر اقبال در جلسه 8 اردیبهشت 1328 تو مجلس پشت تریبون رفت و گزارش مذاکرات خودش و رفع سوء تفاهم با آیت الله بروجردی رو به اطلاع همه نمایندگان مجلس رسوند که مستقیما هم همه در جریان گرفتن. در همان زمان چند تا از علما از جمله آیت الله خمینی که این موضوع رو شنیده بودن یه نامه به آیت الله بروجردی نوشتن و در مورد موافقت ایشون با کاری که شاه کرده ازش سوال کردن. آیت الله بروجردی هم به نامه اینا پاسخ داد. تو بخش از اون پاسخ اومده فرمان همایونی صادر شد برای اینکه مبادا تغییراتی در مواد مربوط به امور دینی داده شود. بهار آیت الله بروجردی میگه شاه به من وعده داده و این کارم کرد که تو مواد دینی قانون اساسی هیچ تغییری نده. شاه چند وقتی برم به قم میرفت و به بهانه‌های مختلف و به آیت الله بروجردی هم دیدار میکرد. آیت الله سید محمد بهبهانی فرزند آقا سید عبدالله بهبهانی از رهبران انقلاب مشروطه یکی از فقیهانی بود که بهترین روابط با شاه داشتش. در کودتای 28 مرداد سال 1332 علی مصدق بود آیت الله بهبهانی و در کنار شاه بود. به همین دلیل دربار و رسانه ها تو اون زمان بسیار اون حرمت میگذاشتن. در نهم اسفند 1331 که شاه میخواست کشور رو ترک بکنه و نخست وزیر مصدق بود، آیت الله طباطبایی به اتفاق فرزندش سید جعفر در با همراه یه سری از طلاب خودش و بازاریا رو جمع کرد رفت دربار. با شاه هم ملاقات خصوصی کردش تا شاه را از رفتن از کشور و کوتاه آمدن در مقابل مصدق منصرف کنه. همون روز آیت الله ابوالقاسم کاشانی که رئیس مجلس شورای ملی بود و تعرض شدیدی به مصدق پیدا کرده بود، یه نامه خطاب به شاه در همین مورد نوشت که اونم شاه را تحریم کنه، کشور ترک نکنه. عین نامش اینه، نامه که آیت الله کاشانی به شاه نوشت: خبر مسافرت غیر مترقبه اعلی حضرت همایون شاهنشاهی منجر به شگفتی و نگرانی فوق‌العاده قاطبه اهالی پایتخت شده و هیئت رئیسه مجلس شورای ملی لا استحضار آقایان به عرض می رساند که در موقع کنونی به هیچ وجه
مصلحت و ثواب نمیداند که اعلی حضرت همایونی مبادرت به مسافرت فرمایند، زیرا ممکن است در تمام کشور تأثیرات عمیق و نامطلوبی حاصل نماید. به این لحاظ از پیشگاه همایونی استدعا می شود که قطعا در این مورد تجدید نظر فرموده و تصمیم به مسافرت را به موقع دیگری در سال آینده تبدیل فرماید. رئیس مجلس شورای ملی سید ابوالقاسم کاشانی. خب آیت الله طباطبایی آیت الله کاشانی در روز 28 مرداد هم در وفایی تظاهرات علیه مصدق خیلی فعال بودن، افراد مرتبط با خودشون رو فرستادن بسیج کردن علیه مصدق. پس از اینکه کودتا هم انجام شد، شاه از روم یه پیام برای سپهبد زاهدی که نخست وزیری منصوب شده بود فرستاد، در این حال دو تا پیام دیگه هم فرستاد، یکی برای آیت الله بروجردی و یکم برای آیت الله محمد بهبهانی. آیت الله بهبهانی به پیام شاه پاسخ داد و تو بخش از پاسخش نوشت: همه انتظار زیارت پادشاه محبوب معظم خود را دارند. با آمدن تو به ایران دین و امنیت در مملکت حفظ خواهد شد. در همون دوران بودش که آیت الله محمد طباطبایی که اینقدر روابط خوبی داشت و تو علی مصدق هم فعالیت کرد، رفتش به طرف مشهد برای زیارت امام رضا. تو جای تلگرافی به شاه نوشت و تو تلگراف به شاه نوشتش که همونطور که نخست وزیر سپهبد زاهدی قول داده است در تعطیل کارخانه های مشروب سازی و ممنوعیت فروش مشروبات الکلی اقدام کردند. شاه در پاسخ خودش از آیت الله طباطبایی درخواست کردش که از امام رضا بخواد که، یعنی دعا بکنه از امام رضا بخواد که امام رضا بهش کمک بکنه در اداره کشور و در رفع نیازهای محرومان شاه بتونه بکوشه. در مورد مشروبات الکلی هم شاه پاسخ داد به آیت الله طباطبایی که دولت دستور داده لایحه قانونی در این مورد مجلس بفرسته. آیت الله بهبهانی رابطه ویژه‌ای هم با آیت الله بروجردی داشت. مراجع تقلید نجف و قم هر کاری که داشتن می‌خواستن باشه انجام بدن از طریق وی انجام می‌دادن و آیت الله طباطبایی هم در 20 آبان 1342 در سن 92 سالگی فوت کرد. از دیگر مراجع تقلیدی که رابطه بسیار خوبی با شاه داشت آیت الله شریعت مداری بود. پس از فروپاشی حکومت پیشوری شاه به آذربایجان سفر کرد و با تعدادی از روحانیون تو اونجا دیدار کردش. آیت الله شهید مدری که تو اون دوران تو مدرسه طالبی تبریز اقامت داشت، در 6 خرداد 1326 در مجلسی که شاه اونجا برقرار کرده بود حاضر شد و یه نطق کردش. تو بخش از اون نطق گفت: اعلی حضرت ها، طلاب علوم دینی فقط انتظار و تقاضا دارن که تناسب مقام خدمتشان مورد توجه ملوکانه واقع شد. گفتن که علمای تبریز، روحانیون تبریز اون جلسه شاه رو تحریم کرده بودن، نرفته بودن. به همین دلیل آیت الله شریعت مداری تو اون جلسه خطاب به شاه میگه: بی نهایت متاسف و شرمنده هستیم و قهرن به آقایان هم دیر خبر رسید و نتوانستن افتخار شرفیابی حاصل کنند. یکی از طرح‌های آیت الله شریعت مداری اقدام به تأسیس دار تبلیغ در دوران نهضت اعتراضی اوایل دهه 1340 به رهبری آیت الله خمینی بودش. رابطه آیت الله خمینی و آیت الله شریعت مداری بر سر تأسیس همین مؤسسه دار تبلیغ به شدت تیره شد. روحانیون انقلابی اون دوره به شدت مخالف تأسیس دار تبلیغ بودن و اونو میگفتن کار شاه، یا حداقل میگه شاه موافقت بره با یه همچین کاری. آیت الله خمینی و طرفداراش مدعی بودن که هر یه چنین موضوعی تو این شرایط انحراف از مبارزه است و ذهنها رو از مبارزه علی شاه دور میکنن. به هر حال کلنگ دار تبلیغ در 11 اردیبهشت 1343 زمین زده شد و در 15 مهر ماه 1344 آغاز به کار کرد این مؤسسه. در مراسم افتتاحیه این مؤسسه آیت الله شریعت مداری، آقای صدر برقی و امام موسی صدر سخنرانی کردن. با تمام تبلیغاتی که آیت الله خمینی و طرفدارانش علیه آقای شریعت مداری و این دار تبلیغ را انداخته بودن، این مؤسسه شروع به کار کرد و افرادی تو اون دوره شروع کردن به تدریس که بعدها خیلیشون تو همین جمهوری اسلامی از مراجع تقلید شدن. از جمله تو اون مدرسه تو دار تبلیغ آیت الله جعفر صبحانی که الان از مراجع تقلید اصول عقاید و تفسیر قرآن درس می‌ده، آیت الله مکرمی شیرازی که الان از مراجع تقلید اخلاق و بررسی ادیان درس می‌ده، آیت الله سید موسی شوبری که از مراجع تقلید بود درایه و حدیث درس می‌ده، آیت الله مطهری که از شاگردان آقای خمینی بود فلسفه درس می‌ده، صدر بلاغی تاریخ اسلام و فن خطابه درس می‌ده، آیت الله دوانی
فن نویسندگی درس داد. به هر حال آیت الله شریعت مداری با مشی انقلابی آیت الله خمینی مخالف بود. به دنبال انقلاب نبود آیت الله شریعت مداری، بلکه خواستار اصلاحات تو چارچوب رژیم شاهنشاهی بود. مطابق یکی از شهودهای سالار، یکی از اعضای دفتر آیت الله شریعت مداری از طرف ایشون در تاریخ 29 فروردین 1357 در آیت الله قاضی طباطبایی تلفنی گفتگو میکنه که تلفن سالار شهود کرده. عضو دفتر آیت الله شریعت مداری با آیت الله قاضی میگه که آقای خمینی حرفایش طوری نیست که توی پشقاق بگذارن و جلوی کسی بگیرن. آنها، یعنی آقای خمینی، دنبال تغییر رژیم می‌گردند. آن هم عملی نیست. اگر چند هزار نفری هم در اجرای منویات ایشان بمیرن، منویات ایشان عملی نخواهد شد. و اگر منویات آقای شریعت مداری اجرا شود، خونریزی نمی‌شود و 30 نفر هم کشته نمی‌شود. منویات آقای شریعت مداری جنبه اصلاح دارد و افکار عمومی چه در داخل و چه بین‌المللی آن را قبول دارند. از اینها کاری ساخته نمی‌شود. ولی اعلامیه‌ای که آقا یه شریعت مداری صادر میکند هیچ گونه اهانتی نه به اعلی حضرت و نه به قانون است و تغییر حکومت هم نمیخواهد. هوشنگ نهاوندی هم تو کتاب شرح داده که در یک سال آخر زمامداری شاه اون رابط بوده از طرف شاه به طور مداوم واسطه بوده میونه آیت الله شریعت مداری و شاه، یعنی شاه معمولش کرده بوده که میرفت به صحبت آقای شاید مداری میشینده میماده به شاه انتقال میداده و گزارشاشو همه رو نوشته. بموان نمونه آیت الله شاید مداری تو اولین ملاقات پیشنهاد میکنه که شاه یک سفری زیارتی به قم بیاد، یک دیده تو حرم بین شاه و آیت الله شاید مداری صورت بگیره و این آغازی برای آشتی ملی باشه. تو دیدار بعدی آیت الله شاید مداری به پزشک بهایی شاه یعنی سپهبد دکتر کریم عیادی اشاره میکنه و میگه که خب این حق شاهی که یه پزشکی داشت هر کی دوست داره انتخاب کنه. میگه ولی خب چرا شما موقعی که رفتش حرم امام رضا زیارت عیادی رو با خودش برده بود اونجا و این عیادی بهاییه و کاملا به چشم میزدش و این کار درستی نبوده. بعدم به طور مبسوط به کارها و اقدامات عملی اشرف پهلوی اعتراض میکنه و از نهاوندی هم قول میگیره که همه اینا رو به شاه اطلاع بده. نهاوندی هم نوشته که من همه اینا رو به اطلاع شاه و فرهنگ پهلوی رسوندم. تو دیدار بعدی آیت الله شریعت مداری خواهان این میشه که شاه مطابق قانون اساسی سلطنت کنه نه حکومت. در ضمن به نهاوندی میگه به شاه بگو که وقت اون رسید که یک نخست وزیر بسیار با تجربه برجسته سیاست مداری مانند علی امینی رو بیاره سر کار و نخست وزیری رو به اون بسپاره. در سال 1356 جشن هنر شیراز برگزار شد که اون جشن هنر شیراز که توش خارجی هم شرکت داشتن در یکی از صحنه‌ها پشت یک مغازه یک نمایش اجرا شده بود که لخت مبارزات شده بودن و اون اعتراضات بسیار شدیدی برانگیخت